پرسید بعد از جوابای دکتر وارد بحث کنید. باشه، من خواستم فقط تشکر کنم قبل از هر چیز از حضور شما اینجا. من دو تا سوال داشتم. سوال اولا راجع به اون مثالی بود که شما می‌فرمودین در صحبتاتون جلسه اول و جلسه دوم، راجع به این که اگر که یک ستاره شناسی یک ستاره پیدا بکنه و بعد به ما بگه و خیلی ممکنه در ما تأثیری نداشته باشه، در اون به نظر من اون جانورشناس و ستاره شناس خیلی اتفاقا تأثیر میذاره تو وجودش وقتی که یه همچین چیزی رو کشف میکنه. یا مثلا اگر من مهندس یک چیزی پیدا بکنم در تحقیقاتم و ممکنه خیلی دیگه برایشون مهم نباشه ولی برای من خیلی مهم هستش. و همینطور از اون طرف آدمهایی رو من حالا دو نفر خودم رو به شخصه میشناسم که هر چقدر شما راجع به خداوند باهاشون صحبت بکنید و سعی کنید که اینها تمام مثالهایی که آمدن که اگه شما بخواید غرق بشین امیدتون آخر به کیه یا همه اینا رو بزنین، هیچ تأثیری روشون نداره. خیلی هم مریض نیستن راست شو بخواهیم، مثل ما هم را میرن، مثل ما هم قضا میخورن و مثل ما هم تحقیق میکنن و مثل ما هم مقاله میگیسن. اینو میخواستم اگه چه شما این زد بیشتر توصیح دادیم. اگه اجزه به پرمی سال دوم هم خدمتون عرض کنم برنگی دست شما هستم مقدش میخواهیم نمی خواهیم شما اینو جواب این بابر بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. سپاسگزارم از برادر عزیزمون که این پرسش رو مطرح کردن. این سوال از اینجا برخاست که گفتیم اگر کسی خدا را بیابد، کشف کند، این کشف فقط یک تغییری در دانش و معلومات او نیست، بلکه وجود او را متحول می کند. کشف خدا فرق داره با کشف چیزای دیگه. اگر امروز ما در اخبار بشنویم که سیاره جدیدی کشف شده، اطلاعات ما افزوده میشه، ولی اینجور نیست که وجود ما با شنیدن این خبر تحول پیدا کنه. اشکالی به این حرف وارد نیست، یعنی سوال شما این سخن بنده رو نقض نمی کنه. شما دارید میگید اگه کسی ستاره‌ای رو کشف بکنه، خودش چون به این کشف نائل اومده، خب خیلی هیجان در وجودش ایجاد میشه و از این کشف خودش خرسند میشه، خوشحال میشه، گمشده ای رو پیدا کرده برای یابنده، برای کاشف. ولی برای ما که میشنویم این فقط یک دانشه. شما زیاد از این اخبار شنیدید که فلان چیز کشف شد، فلان حیوان شناخته شد، فلان گیاه مثلا پیدا شد. خب این عشق و احساسی رو در ما ممکن ایجاد نکنه ضرورتا، فقط دانش ما اضافه میشه. خود اون یابنده به دلیل اینکه یه موفقیتی دست یافته البته خوشحال میشه، به خاطر اینکه به یه موفقیتی دست یافته، نه اینکه حالا عاشق اون ستاره باشه. بین او و بین اون ستاره یا اون گیاه یا اون حیوان یا اون میکروب یا اون بیماری کشف، ممکنه هر چیزی کشف بشه، یه رابطه عاطفی برقرار نمیشه، یه رابطه علمیه. یعنی این عالمه اونم معلومه، نه اینکه این عاشق باشه اون معشوق باشه. نکته که مقصد عرض کنم این. نکته دوم این که خب بسیاری هستن که ممکنه که چیزی که برای کسی او رو به یاد خدا میاره برای کسی دیگری چنین انگیزشی نداشته باشه. یعنی همه انسان‌ها در مواجهه با خدا یکسان نیستن. این هم حرف درستیه. فرمودید ما ممکنه با کسی سخن بگیم در باب خدا، در باب اینکه فطرت انسان
خداجوی خداگراست و همه این حرفا رو بشنوه ولی تحولی در وجود او پیدا نشه. خب بله اینطور هست. اونی که من درس کرده بودم این بود که اگر کسی خدا را بیابد در وجودش تحول ایجاد میشه، نه که از خدا سخنی بشنود. ما درباره خدا با او سخن بگیم در او چنین تحولی ایجاد میشه، نه ما ممکنه خیلی سخن بگیم در او هیچ تحولی ایجاد نشه. ولی اگر او خدا را بیابد، اون بیابد رو هم من توضیح خواهم داد، هنوز توضیح ندادم، فقط عرض کردم اگر کسی خدا را کشف کنه بیابد، این آدم دیگه اون آدم قبلی نخواهد بود. نگفتم کسی خدا را بداند، گفتم بیابد. واژه بیابد رو که گفتم و بداند رو نگفتم دلیل داره، توضیح خواهم داد که چند جور دانستن ما داریم، چند جور یافتن داریم، چی یافتنیست که موجب تحول میشه و چه نوع دانستنیست که ممکنه موجب تحول نشه. خب من اگه بخوام اینو بست بدم دیگه در اون 10 دقیقه‌ای که گفتن پرسش و پاسخ هست این بحث نمی گنجه. من باید اینو در یه جلسه مستقل توضیح بدم. اگه سوال دیگه ای هست در این مدت تعیین شده اون رو بحث بکنیم و این رو موکول بکنیم به آینده که این یافتنی که من میگم منظور چیه. آیا همین که بدونیم خدایی هست یا دلیلی اقامه بشه بر وجود خدا در ما این تحول ایجاد میشه یا مراد چیه؟ از تشکر از شما که سوال پرسیدید. من اولویت رو میدم به دوستان که سوال جدید دارید رو از معذرت. فقط اگه اشکال ندارین آخرین سوال باشه که ما وارد می شویم. جناب استاد سلام عرض کردم. خواستم لطف بفرمایید هر وقت که فرصت شد حالا تو همین جلسه رابطه بین باور، اعتقاد و علم رو بفرمایید، چون من حالا یه مثالی میزنم از استاد غزالی که استادش میگفت کاش که من اون باور اون پیرزن خراسانی رو داشتم. این چه علتی هستش که هرچی علم بالاتر میره باور کمتر میشه؟ خیلی متشکرم. من این جمله اخیرتون رو قبول ندارم که علم اگر باور زیاد بشه باور کم میشه. اینو من مناقشه دارم درش. اما اینکه بین باور و علم چه ارتباطیست، خب پرسش مهمیه واقعا. باز هم این ارتباط پیدا میکنه با همون مطلب قبلی که عرض کردم، دانستن و یافتن چه تفاوتی با هم دارن. و چون حالا دو تا سوال شد من مجبورم دیگه اینو بحث بکنم دیگه، نمیتونم موکول با آینده کنم و همه پاسخهای نسیه باشه. ببینید مولوی یک تمثیلی داره در مثنوی، ایشون میگه که شما گاهی ممکنه که آتشی رو از دور ببینید، دودی رو از دور ببینید، وقتی دودی رو میبینید ذهن شما به کار میفته، ذهن منطقی شما میگید که این دود حکایت میکنه از وجود یک آتشی. شما آتش رو ندیدید، شما از فاصله دور فقط دود رو دیدید. اما انسان از عقل برخورداره، عقل یک از کاراش اینه که از اثر به مؤثر پی میبره، از نشانه به صاحب نشانه پی میبره، از معلول به علت پی میبره. میگید خب این دود نشان میده که این دود یه منشأی داره، آتشی باید باشه. شما یقینم دارید آتش هست ولی آتش رو ندیدید. این رو میگه اسمش هست علم الیقین. این همه عرفا گفتن. حالا این مثال مولوی اینجا به نظم در آورد. این علم و یقین است. یعنی شما یقین دارید به وجود آتش بدون اینکه آتش رو دیده باشید، اثری از آثار آتش رو که دود هست دیدید. خب
این یه درجه ای از دانش هست، یه درجه ای از علم هست. در مرتبه بعد شما ممکنه که راه بیفتید، حرکت کنید، همون دود رو که دیدید پیگیری کنید، برید به همون جایی که این دود از اونجا برمیخیزه و آتش رو از نزدیک ببینید. چه اتفاقی میفته؟ اون چیزی را که میدانستید به شکل انتزاعی، ذهنی، استدلالی، حالا حس میکنید بیواسطه. حالا آتش رو میبینید. قبلا میدونستید آتش هست، حالا میبینید آتش رو. قبلا بین شما و آتش یک واسطه بود و اون واسطه چی بود؟ دود. الان دود رو کار ندارید، خود آتش رو دارید میبینید. این رو میگه عین الیقین. اونم یقین بود، اما اون علم الیقین بود، این عین الیقین بود. شما بالمعاینه با چشم و عیان اون حقیقت رو دیدید. اینم یقینه، اونم یقینه، اما این یقینیست بسیار بالاتر. اون یقین قبلی امکان تزلزل درش وجود داره. یکی ممکنه بیاد به شما بگه که آقا درسته، حالا شما میگید دود دلالت میکنه بر آتش، ممکنه که یه چیز دیگه ای منشأ دود شده باشه. از کجا میدونید که دود فقط از آتش برمیخیزه؟ همین شما رو ممکنه که به تردید وادار بکنه، شک بکنید. با اینکه یقین داشتید، ولی این یقین قابل تزلزل هست. با طرح یک سوال این یقین شما دچار تزلزل میشه. حالا اون شخص اگر در مغالطه توانمند باشه، اصلا میتونه شما رو نسبت به وجود آتش به طور جدی در تردید بیاندازه. ولی وقتی شما آتش رو دیگه از نزدیک میبینید، دیگه اون شبهات تأثیر زیادی در شما نداره. دارید میبینید، هرچی اون بگه برحال در اینکه دیدید به سختی میتونه تردید ایجاد بکنه، مگر اینکه خیلی دیگه شعبده باز باشه و تردستی بکنه. آیا این پایان معرفت هست؟ یعنی دیگه از این جلوتر نمیشه رفت؟ دیگه نه، یه مرحله جلوتر هم وجود داره و اون وقتیست که شما وارد آتش بشید. برید توی آتش بسوزید، آتشین بشوید. این خیلی فرق داره با دیدن آتش. دیدن آتش با بودن در آتش خیلی فرق داره. اونم یقین بود، اما اون یقین کجا و این یقین کجا؟ این رو میگن به اصطلاح عرفانی حق الیقین. یعنی شما اون حقیقتی رو که دارید میشناسید، دیگه بین شما و اون حقیقت فاصله نیست. در اون مرحله اول بین شما و اون حقیقت واسطه بود که دود بود. در علم الیقین، در عین الیقین واسطه بین شما و اون حقیقت نبود، ولی فاصله بود. شما اینجا بسید آتش هم اینه، یه شما هست یا دو تا چیز داریم، شما آتش. فاصله هست، دوئیت هست، دوگانگی هست. ولی وقتی وارد آتش میشید، دیگه نه واسطه هست و نه فاصله هست، شما با آتش یکی میشید. این یقین دیگه قابل زوال نیست، قابل از بین رفتن نیست. اون یقین عین الیقین رو با اینکه آتش رو دارید میبینید، اون هم باز جای تزلزلی درش وجود داره. یه کسی ممکنه مثل فیلسوفی مثل دکارت بیاد به شما بگه که آقا شما میگید من دارم آتش رو میبینم. خیلی وقت آدم هیچ چیز رو فکر میکنه داره میبینه، ولی توهم هست. شما میگید سراب رو نمیبینید، از دور فکر میکنید آبه. در تجربه اولتون، خب الان ما میدونیم سراب با آب فرقش چیه، ولی در تجربه نخستینمون وقتی جاده ای رو از دور می دیدیم، وقتی کودک بودیم فکر می کردیم آبه، یقین هم داشتیم آبه. اگه کسی می گفت آب نیست، می گفت نه دارم می بینم آب. ولی معلوم شد که این دیدن
خطا بوده، توهم بوده، سراب بوده. دکارت میگه که ممکنه که شما دارید خواب میبینید، میگه در رؤیا شما خیلی چیزا رو نمیبینید، شما اینجا تو بستر گرفتید خوابیدید، میبینید مثلا در خیابانهای اصفهان دارید قدم میزنید. چه بعدی داره که چیزایی که در تجربه بیداریتون هم میبینید یه نوع دریم باشه، یه نوع رؤیا باشه، یه وقتی چشمتون رو باز بکنید ببینید همه اینا خواب و خیال بود. پس اون عین الیقین هم باز قابل این هست که درش یک تردید و خللی ایجاد بشه. اما وقتی دیگه شما میرید داخل آتش میسوزید، حرارت آتش رو با تمام وجودتون حس میکنید، یکی میشید با آتش، آتشین میشید، اصلا شما میشید آتش. مثال آهن رو میزنه، آهنی رو شما اگه در آتش بیاندازید بعد از چند دقیقه این آهن تدریجا رنگش قرمز میشه، خود این آهن میشه چی؟ آتش. میگیم آقا این آهنه، در این حال آتشه، آتش نیست. شک داری دست بزن، دست بزن این آتش هست یا نه. اینو میگن حق الیقین، دانستن و یافتن. این برای فرق بین دانستن و یافتن توجه به این مثال خیلی کمک میکنه. شما وقتی از دود پی به آتش میبرید اینجا دانستن هست ولی یافتن نیست، به دلیل اون واسطه. وقتی میگیم کسی خدا رو کشف کنه، نه که کسی خدا رو بدونه، یه دلیلی براش اقامه کنم که خدایی هست. این منشأ چنان تحولی در وجود آدم ممکنه نشه، مواجهه با خداست که وجود انسان رو دگرگون میکنه، دیدن خداست که وجود انسان رو دگرگون میکنه. حالا دیدن درجه اولش عین الیقین هست، درجه نهاییش حق الیقین است. یعنی گاهی ما خدا رو میبینیم ولی خودمون رو هم میبینیم، دوگانگی برقراره، من خدا. قول یکی از متکلمان آلمانی، کتابی داره به نام آی اند ذو، من و تو. گاهی ارتباط ما با خدا ارتباط من و او هست، I and he or I and it. خدا غایبه. برای خیلی از کسانی که به خدا اعتقاد دارن رابطه با خدا رابطه I and he یا I and it هست، من و او. درجه بالاتر ارتباط با خدا I and you، I and go، یعنی مواجهه با خدا، خدا رو میبینه، با اون مواجهه، واسطه‌ای در کار نیست. نمیگه دود دلالت میکنه بر آتش، این جهان نشون میده خدایی هست، اون خدای غایبه، اون خداشناسی فلسفی است. خداشناسی فلسفی در فلسفه سخن از خدا هست، اما سخن از خدای غایب، خدایی که ورای این عالمه، خدایی که خودشو نمیبینیم، یه چیزهای دیگر رو میبینیم، اونا به ما میگن خدا هست، خودمون خدا رو نمیبینیم. تمام براهینی که بسیاری از براهین و استدلالهایی که برای وجود خدا میارن اینجوری میگیم آقا حرکت دلالت میکنه به اینکه محرکی هست، برهانی که ارسطو اقامه کرد، محرک اول، میگیم آقا ما حرکت میبینیم، حرکت نیازمند به محرک هست، اون محرک اگر خودش متحرک باشه باز نیازمند به یه محرک داره، این باید برسه به یه نقطه‌ای، برسیم به موجودی که محرکه اما متحرک نیست. دیگر اشیا رو حرکت میده اما خودش حرکت نمی‌کنه، خودش ثابته. اون محرک غیر متحرک خداونده. خب این چه خداشناسیه؟ حالا با این مقدمات، با این فرمول شما خدا رو می‌بینید؟
یا خدا رو کجا میبینیم؟ خدا رو نمیبینیم. کشف میکنیم جهاز ذهنی یه محرک غیر متحرکی هست، ولی نمیبینمش، نمیشنومش، نه حسش میکنم، نه لمسش میکنم، نه میتونم باش حرف بزنم. علت و معلول همینطور، معلول نشانگر علت است. ممکن الوجود نشان میده یه واجب الوجودی باید باشه، اینم یقینیه، یعنی ممکن الوجود حتما دلالت داره بر واجب الوجود. ممکن الوجود یعنی چیزی که وجود و عدمش یکسانه، یعنی ما وجودمون برای ما ذاتی نیست. یه زمانی بود، دیشب عرض کردم، ما نبودیم، یه زمانی هم هست که ما نخواهیم بود، حالا هستیم. پس همراهی ما با وجود یه امر اتفاقیه، جز ذاتیات ما نیست. وجود برای ما ضروری نیست، ما به ما میگن ممکن الوجود. وجود که مال ما نبود، ولی الان وجود داریم، و بس یکی این وجود رو به ما داده، از خودمون که نبود، بس از یه جایی اومده، این برهان امکان وجوده. خب اینم یه خدایی رو برای ما اثبات میکنه، خدای فیلسوفانه، خدای غایب، یه خدایی هست، یه واجب الوجودی هست. عرفا به چنین خداشناسی قانع نیستند. اینم خداشناسی است. نمی‌خوام اینو تخطئه بکنم. درجه ای از معرفت. اما این درجه ای از معرفتی است که عقل به اون راه داره. همین عقل عشقی که اینجا عزیزمان خوندن. عقل زورش تا اینجاست. این نهایت کوشش عقل اینه که بگه یه خدایی هست، ما رو به علم و یقین برسونه. عرفا میگن آقا این نازلترین درجه معرفت. چرا خودمون رو به نازلترین درجه معرفت قانع بکنیم و در این حد متوقف بشیم؟ من دوست دارم خدایی رو که ببینمش، میخوام باش حرف بزنم، میخوام باش انس بگیرم. اینجا مولوی میگه که گر دخان او را دلیل آتش است، بی دخان ما را در این آتش خوش است. دخان همون، اگر برای اون فیلسوف این دود دلیل آتشه، ما تو این آتش غوطه بریم. دودی هم نباشه ما آتش رو میابیم. برای اون فیلسوف اگر این دود نباشه از آتش بیخبره. عارف میگه آقا من از جهان به خدا نمیرسم، فیلسوف است که از جهان به خدا میرسه. عارف میگه که چشم که باز میکنم خدا رو میبینم، نه جهان. توی زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه هست، دعای عرفه که امام حسین در صحرای عرفات خونده، امام حسین میگه که الغیر کمن از ظهور ما لیس لک حتی یکون علیک دلیلا. خدایا آیا غیر تو ظهوری داره، نوری داره که تو نداری، و اون غیر میخواد تو رو به من نشون بده؟ اون چیه که از تو نورانی تره و تو رو میخواد تازه اون نشون بده؟ امیت اینون لا تراکر، اون چشمی که تو رو نبیند کور است. نفرین نمی کنانی وزیر بودن کور باد، باد نیست، توصیفه. چشمی که تو رو نبینه کوره، درسته دیگه. کور یعنی اینکه انسان توانایی دیدن نداشته باشه. ما توانایی دیدن خدا رو نداریم، یعنی اون عین باطن ما، اون چشم باطن ما، اون دیده درون ما کار نمی کنه، اکتیف نیست. کورم یعنی همین دیگه، یعنی داره نمیتونه ببینه. ما به دیوار نمیگیم کور، تو فلسفه این بحث هست، یعنی عدم و ملکه. ما به دیوارم نمیبینه، انسان نابینام نمیبینه، ولی به دیوار کسی نمیگه کور یا نابینا. چرا؟ برای کسی استعداد دیدن درش نیست. کور و نابینا به کسی میگیم یا به موجودی میگیم
که باید میدید ولی حالا اتفاقی افتاده که نمیدید. امام حسین اینجا میگه در واقع خدا رو بیواسطه میشناسیم، نه به واسطه اشیاء دیگر. شیخ محمود شبستری تو گلشن راز همین مطلب رو میگه، میگه که زهی نادان به او خورشید تابان، به نور شمع جوید در بیابان. شما برید تو بیابان ببینید یکی دستش شمع گرفته، میگیم شمع برای چی گرفتی؟ میگه میخوام خورشید رو با این پیدا بکنم، با این شمعه. شما بر نادانی و او میخندید. این در واقع از موضع یک عارف داره به فیلسوفان، به کار فیلسوفان نگاه میکنه. اینا دارن این کار رو میکنن، خدا رو میخوان از پدیده های این جهان بشناسن، راه آثار بشناسن. اینا مانند اون کسی هنگه شم دستش گرفته میخواد خورشید رو ببینه. خورشید رو میخواد ببینی؟ مثلا اون شمعه رو بذار کنار، سرت رو بلند کن. اصلا اون شمعه مانع دیدن خورشیده. ببینید اینا تخته نیست، اینا رد اون روش نیست. سخن از مرتبه بالاتر از معرفته. توی ادبیات ما متاسفانه خیلی جا این اشتباه هست، توی ادبیات عرفانی ما، فلسفی ما، که فکر میکنن عرفا دارن فلسفه رو رد میکنن، عشق داره عقل رو رد میکنه. تو صحبتهای شهید عالی رو شنیدیم، متایشون یه نکته‌ای گفت که اونو تصحیح کرد. عقل و عشق هیچ دعوایی با هم ندارن. حالا اینو باید در یه جلسه من توضیح بدم. اونی که دعوا داره عقل نیست. خود عرفا گفتن، خود مولوی میگه این عقلی که حالا ما این همه بهش بد میگیم، این عقل جزئی، عقل جزئی عقل را بدنام کرد، کام دنیا مرد را ناکام کرد. عقل جزئی یعنی عقل محدود، عقلی که در چارچوب معیشت هست، عقلی که در چارچوب زندگی مادی دنیوی است، عقلی که کوتاه رو میبینه، آینده دور رو نمیبینه. اما میگه اون عقل عقل، به عقل داریم به یک عقل عقل و یک عقل جزئی در مقابل عقل کلی. اون عقل کلی اون اصلا عشقه، اون اصلا با عشق آمیخته است، جدا نیست از هم. توی فلسفه غرب هم این رو میگن، فلسفه معنوی غرب، که ما یک ریزن داریم، یک اینتلکت. ریزن همین عقل جزئیه. رشنالیزم که میگیم، رشنالیزم رو تخته میکنیم، اون در واقع پایبندی به عقل جزئیه، عقلی که در بند حسه. اما انتلکت اون عقل شهودیه، اون پایبند به این محدودیت ها نیست. یه مثال عقل جزئی از همین فلسفه جدید بزنم. حالا عزیزان ما اکثرا اهل دانش و دارای تحصیلات عالی هستن و این به من این اجازه رو میده که بعضی وقت باید این نکات بگم. فیلسوف آلمانی کانت از بزرگترین فیلسوفان دوره مدرن، به اعتقاد خیلی ازش رو باید انداخت، بزرگترین فیلسوف دوره مدرن. تمام فیلسوفان فعلی به شکلی متأثر از ایمانوئل کانت آلمانی. عقلی که او ازش بحث میکنه عقلی است که قدرت درکش محدود به عالم تجربه است. میگه عقل ما فقط میتونه امور محسوس رو بفهمه، در واقع امور محسوس بیندیشه، حسگرا نیست. ما ادراکات عقلی هم داریم، رشنالیسته به یه معنا،
ما عقل هم داریم، تفکر هم میکنیم، فقط حس نیستیم، یعنی پوزیتیویست نیست، فقط عقلگراست. ولی میگه حوزه کاربرد عقل عالم تجربه است. عقل نمیتونه حقایق متافیزیکی رو فهم بکنه. عقل نمیفهمه خدایی هست یا نیست. نمیفهمه انسان مجبوره یا مختاره. نمیفهمه انسان روح داره یا روح نداره. نفی نمیکنه، نمیفهمه. مثل چشم ما، شما با چشمتون فقط رنگ ها رو میبینید، شکل ها رو میبینید. با چشم که صداها رو نمیشه شنید، بوها رو نمیشه تشخیص داد. با گوش نمیشه چیزی رو دید. گوش یه فانکشنی داره محدود. صد هزاران گوش ها اگر صف زنند، جمله محتاجان چشم روشند. این ریزنه، اینه که کانت داره میگه عقل جزئی. اما عقل کلی یا اونی که در اینا میگن انتلکت، عقل شهودی، اون خرد، اون کسانی که اون خرد رو دارن در قرآن اونا چی میگن؟ صاحبان خرد، اولو الالباب. اون عقل محدود و مقید به چارچوب عالم مادی و حس نیست. اون عقل جزئیه، گاهی تعبیر میشه به عقل مشوب. عقل مشوب یه حدیثی از امیرالمومنین اون عقل مشوب رو خوب توضیح میده. میگه که رب عقل اسیر تحت همان امیر. ما یه چیزی در وجود ما هست به نام عقل و یه چیزی در وجود ما هست به نام هوای نفس، امیال، خواسته ها. شما در وجودتون چی حاکم و فرمان رواست؟ ما در وجودمون باید یک حاکم داشته باشیم. دو تا حاکم که نمیشه، دعواش نمیشه. یا هوا بر ما حاکمه یا عقل بر ما حاکمه. هر دو تا رو داریم. یا امیال بر شما حاکمه یا عقل بر شما حاکمه. این تصمیمی که میگیرید یا بر اساس میل یا بر اساس کشف حقیقت. اگر فرمان روای وجود ما میل شد، عقل چه بلایی سرش میاد؟ کجا میره؟ عقل میشه جزء خدمه میل، جزء نوکرهای میل، سربازان میل. بنابراین عقل اینجا فرمانبر هواست. عقل داره، ولی این عقل دستورش از کجا میاد؟ از میل. رب عقل اسیر تحت هوان امیر. امیر وجودش هواست، عقل اسیره، مطیعه. اینو توی این دنیای جدید قشنگ میشه فهمید، خیلی زیبا میشه دید که چگونه آدمهای باهوش، دانشمند، متفکر در استخدام کسانی هستن که در وجود اونها فقط هوا حاکم. یعنی دانشمند، عالم در خدمت یه مستبد، یه مستکبر، یه کسی میخواد دنیا رو تسخیر بکنه. ابزارش چیه؟ عالم، دانشمند. بدون ابزار علم نمیشه این کار بکنه. هزاران متفکر، دانشمند، متخصص، تکنسیان، ساینتیست در خدمت جهانگشایی و هوای نفس این آدم یا این حزب یا این تشکیلات. شما گاهی میبینید که
یک قاچاقچی مواد مخدر برای انتقال اون ماده مخدر چه ابتکاراتی از خودش نشون میده که عقل انسان واقعا حیرت میکنه. این چقدر باهوشه در جاسازی این مواد که مثلا از 10 تا مسیر بازرسی عبور کرده هیچ جا متوجه نشدن. خب این خیلی آدم باهوشیه، زیرکیه، ولی این هوش و زیرکیش در اختیار چیه؟ در خدمت چیه؟ یعنی عالی ترین بعد وجودیش در استخدام نازل ترین بعد وجودیشه. و خود این گول میزنه افراد رو. این افراد میبینن بهره هوشی بالایی دارن، بعد فکر میکنن راهشون درسته، میگه ما که اینقدر میفهمیم پس ما داریم درست میریم. نه خیلی، تو داری اینقدر خوب میفهمی، ولی فرمانده وجودت فهم نیست، حواست، میل. هرچه بیشتر بفهمی در واقع بیشتر به زیان خودت قدم برمیداری، چون تمام اقداماتت برای ارضای اون حواست، اون امیره. عقل شما، فهم شما امیر نیست، داره کار میکنه ولی اسیره. گفتن علم بدون تقوا، علم بدون طهارت همینه. علم بدون طهارت، علم بدون تقوا یعنی اینکه این علم بشه در استخدام هوا. مهم نیست شما چقدر علم داری، چقدر بهره هوشی داری، چقدر فکرت خوب کار میکنه، مهم اینه که این فکر، این هوش در خدمت چه هدفی است، اون تعیین میکنه. خداشناسی که ما داریم ازش سخن میگیم، خداشناسی که امام حسین ازش سخن میگه، اینجور خداشناسی است. خدا رو دیدن، نه فقط دانستن. مگه میشه خدا رو دید؟ این تازه باب یک بحث دیگری باز میشه. تا حالا شنیده بودیم خدا رو نمیشه دید. شبای قبلا گفتیم خدا غیبه. ایمان به خدا، ایمان به غیبه. حالا میگید خدا رو ببینیم؟ آیا این با اون تناقض داره؟ این دیدن خدا اولا یه چیزی نیست که حکما و عرفا در آورده باشه، در خود متون دینی هست. در همون قرآنی که میگه خدا دیده نمیشه، سخن از دیدن هست. امیر المومنین فراوان شنیدید که نهج البلاغه هم هست، شخصی به نام زهلب از امیر المومنین میپرسه هل رأیت ربک، آیا پروردگارت رو دیدی؟ حضرت میگه لم اکو اعبد ربن لم اره، خدایی رو که نبینم نمیپرستم. صحبت از رؤیت هست، صحبت از دیدن هست. نه تنها میگه خدا رو دیدم، یه بار یه جایی دیدم، نه، اصلا میگه خارم دیدن خداست. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و فیه، اصلا هر چی رو که میبینم پیش از او، همراه با او، پس از او، در او خدا رو میبینم. خیلی بخواید شما اون روایات و آیاتی که راجع به رؤیت خداست فراوان. همونجا امیرالمومنین توضیح میده که گمان نکنید منظورم رؤیت با چشم سر هست، اینکه با این چشم به خدا رو نمیشه دید، خدا مجرد غیر مادی نامحسوسه. خدایی که بشه با چشم سر دید اون خدا نیست، اون بوته. اما ما فقط این چشم نیستیم، چشم دیگری هست، چشم دل، که اون خدا رو میبینه. حالا برای اینکه خیلی مبهم نباشه، یه نظر نزدیکتر بشیم به فهم این رؤیت، یه جمله‌ای داره ملا صدرا
صدرالدین شیرازی فیلسوف بزرگ اسلامی، میگه که رؤیت میدونید معناش چیه؟ رؤیت به معنی غایت الانکشاف است. یعنی تو کلمه دیدن چشم دخالت نداره، در دیدن چشم ضرورت نداره، دیدن حسی مادی باید چشم باشه، ولی دیدن مقید به این نیست. دیدن یعنی غایت الانکشاف، یعنی یه چیزی اگر در نهایت آشکاری بود برای ما، ما میتونیم بگیم داریم اون رو میبینیم، دیدیم. حالا اینو من خودم دارم میگم، ما مگه نمیگیم خدا میبینه؟ در قرآن هست ان الله سمیع بصیر، خدا میبینه. علم یعلم ان الله یرا، تو قرآن هست که میگه شما نمیدونید خدا شما رو میبینه. خب پس خدا میبینه، خدا چشم داره مثلا؟ میبینه که نداره؟ پس میبینه و چشم نداریم، پس دیدنی داریم که اون دیدن مشروط به چشم نیست، خدا میبینه. از همینجا میتونیم بفهمیم که ما هم میتوانیم ببینیم اون دیدنی که وابسته به چشم نیست، همونجور که خدا میبینه. خدا که چشم نداره، پس دیدن شرطش چشم فیزیکی داشتن نیست. از اون برم داریم توی این همه روایات که خدا رو بحث از رؤیت خداست. خب حالا این دیدن چگونه ممکن هست؟ کی ما میتونیم این نوع از دیدن رو تجربه بکنیم؟ خب بحث دیگریه، یعنی مقدمات دیگری رو لازم داره، یه جای دیگری یه وقت دیگه باید در برش بحث بکنیم. الان فقط این قرار عرض میکنم که خدا را میتوان دید و دیدن را نباید محدود کرد به دیدن حسی فیزیکی با چشم. و کسانی که خدا را نمیبینن در قرآن هست که اینها نابینان، با اینکه این چشم فیزیکیشون خیلی قشنگ هم میبینه، هیچ ایرادی هم نداره. کسانی که خدا را نمیبینن قرآن میگه اینا نابینا. اون جمله که از امام حسین نقل کردیم، امیت عینون لا تراک، چشمی که تو رو نبینه نابیناست. نابینایی هم یه مفهوم گسترده تری پیدا میکنه، یه موقع آدم چشم فیزیکیش ایراد پیدا میکنه، آدم نمیبینه، یه موقع نه، این چشمش هم خیلی خوب میبینه، در این حال نابیناست. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل السبیل. کسانی هستن در این دنیا اعما و نابینان، در آخرت اونام اعما. اصلا ربطی به کوری و بینایی حسی نداره. کسانی در این دنیا حقیقت رو نمیبینن، اون حقیقتی که برای دیگران مکشوف و آشکار هست نمیبینن. این نوع، این پاسخ اون سوالیست که اول جلسه مطرح شد. فقط دانستن خدا نیست که در اون انسان تحول ایجاد میکنه، اون دانستن ممکنه تحول زیاد ایجاد نکنه. آدمی که خدا رو نبینه که عاشق خدا نمیشه. عشق شرطش دیدنه، یافتنه. اون که چشمش باز بشه و این جمال رو ببیند مسحور و مجذوب او میشه. از کردیم خداوند جمال مطلق هست، زیبایی مطلق هست، من چه همه زیبایی هست. من مثال آبشار و اینا رو زدم، مثال گل رو زدم. حالا شما برسید به منشأ همه زیبایی ها، اونجایی که همه زیبایی ها جمع هست. کنار اون زیبایی ها زشتی نیست. اولا زیباییش محدود نیست،
ثانیا در کنارش زشتی و نقص نیست، ثالثا این زیبایی زائل شدنی نیست، موقت نیست، مثل زیبایی اون گل اردیبهشت خرداد نیست که با گرمای مرداد پژمرده میشه، یا زیبایی انسان که در یه دوره‌ای در یه سنی زیباست اما به مرور زمان و نشستن گرد پیری اون جمال و زیبایی کمرنگ میشه. این یه زیبایی است که پایدار، فصلی نیست. زیبایی های این دنیا فصلی هست. اگر میگیم فلان چیز یا فلان کس زیباست، جایی اون سوال هست که کی؟ در چه فصلی؟ قبل از اون فصل زیبا نبود، بعد از اون فصل هم زیبا نیست. در یه فصلی با یه شرایطی زیباست، تو همون فصل هم اگه یه بلای سرش بیاد باز زیباییش رو از دست میده. تمام اینا توی ادبیات عرفانی ما هست. مولوی یه جانی داستانی کسی که عاشق کنیزی بود، بعد هم که بیمار شد رنگ او تغییر کرد، عشق این هم فروکش کرد. بعد اونجا میگه که عشقهایی که از پی رنگی بود عشق نبود، عاقبت ننگی بود. یه رنگی بود درخشید، این خوشش اومد، رنگ زائل شد، عشقم رفت. این عشق نیست، عشقی که فصلی باشه، رنگی باشه، عشق نیست. چیه؟ هوس. هوس عشق نیست. اما دیدن اون جمال مطلق، آدم خدا رو ببین و همون معنای دیدن که عرض کردیم، کشف بکنه خدا را، مواجه بشه با خدا، به اون عین الیقین یا حق الیقین برسه. این تجربه اگه برای انسان پیش بیاد، این انسان دیگه انسان قبلی نیست. این تجربه، بعضی تجربه ها هست که وجود آدم رو متحول میکنه، آدم میشه یه آدم دیگه. انواع اینجور تجربه ها زیاده. این تجربه اگه برای انسان اتفاق بیفته، این آدم دیگه اون آدم قبلی نیست، میشه یه آدم دیگه. درکش متفاوت میشه، نگاهش متفاوت میشه، احساسش متفاوت میشه، سلوک و سبک زندگیش هم متفاوت میشه. خب شما قله دماوند رو ندیده بودید، حالا دیدید، این یعنی چه تحول عظیمی در وجودتون ایجاد نمیشه. و ندیده بودید، حالا دیدید، یه لحظه هم لذت بودید، خوشتون بود. میدونید که شخصیت شما یه شخصیت دیگه ای بشه، زندگیتون عوض بشه. اما خدا رو کسی مواجه بشه دیگه، این حادثه ای نیست که شخص پس از این حادثه با قبل از این حادثه یکسان بمونه. توی امروز گاهی وقتا ازش تعبیر میکنن میستیکال اکسپیرینس، تجربه عرفانی، تجربه مواجهه با امر قدسی، تجربه مواجهه با امر مطلق. این با همه تجربه های دیگر انسان تفاوت داره. قلب و گوهر دین در واقع اوجش رسیدن به اینجاست، توحید حقیقی رسیدن به اینجاست. توحید مراتب داره، درجات داره. درجه اولش و حد اقلش اینه که ما همینطوری به لحاظ ذهنی بگیم آقا لا اله الا الله، یعنی غیر از خداوند دیگه خدایی نیست، یه خدا در این جهانه. این توحیده، منتها کلاس اولتون اصلا شرط مسلمانی اینه، اون قدم اولش، ولی قدم آخرش نیست. این تازه نقطه شروع توحیده، اون توحیدی که ما یاد میدن اصول دین در کودکی به ما یاد میدن، پنج تاست اولش توحیده. توحیدم یعنی که یک خدا از دو تا خدا نیست، این قدم اول توحیده. ما آدم تا آخر عمر تو این قدم بمونه واقعا خیلی توقف کرده، خیلی ضرر کرده.
5 ساله بود مادرش بهش گفت که توحید یعنی خدا یکیست دوتا نیست. 90 ساله هم که هست بهش میگه توحید یعنی چی؟ میگه خدا یکیست دوتا نیست. این درست این 90 سال چی کارش میگردی؟ اینه که تو 5 سالگی هم میگفتی. این توحید عرفانی که ما گفتیم، این آتشین شدن، نه فقط آتش رو دونستن و نه فقط آتش رو دیدن، آتشین شدن، موحد شدن، منشین، این راهی داره برای خودش. چگونه میتوان به اینجا رسید؟ این دیگه کار ذهنی نیست، کار علمی نیست. کار مقدمات ذهنی و علمی ممکنه داشته باشه، ولی راه این متفاوته. و من اشاره میکنم وقت تمامه و اشاره دنباله بحث رو در سایت آینده اگر توفیق باشه پیگیری خواهیم کرد. امام حسین علیه السلام یکی از این موحدین هست. او به اون حق الیقین رسیده. اون کسی که میگه خدایا غیر تو نمیتونه تو رو نشون بده، مگر ظلمت میتونه نور رو نشون بده. مخلوقات، سهروردی فیلسوف اسلامی، فیلسوف اشراقی میگه این موجودات مادی را اصلا اسمش رو میذاره قواسق، یعنی اون چیزای ظلمانی. موجود دو جوره، نورانی و ظلمانی، نورانی و تاریک. موجود ظلمانی مگه میتونه موجود نورانی رو نشون بده؟ اگر اصلا نور نیاز به نشون دادن داره، همه چیز رو با نور میبینم. من اگر الان شما رو میبینم به دلیل نوریست که در این فضا هست. نور اگر نباشه هیچ چیز رو نمیشه دید. معنی داره که خود نور رو با اون چیزایی که به کمک نور میبینیم ببینیم. ما از نور غافل میشیم. من الان دارم شما رو میبینم، اگه نور نبود شما رو نمیدیدم، ولی الان ممکنه من غافل باشم از وجود نور. به من میگن چی داریم میبینید؟ میگم آقا این بلندگو رو میبینم، افراد رو میبینم. هیچ وقت نمیگم نور رو میبینم. نور رو نمیبینم. چرا نور رو نمیبینم؟ چون نیست؟ چون تاریکه؟ نه، از بس روشنه. گاهی یک شی، یک چیز از فرط روشنی دیده نمیشه. مولا هادی سبزواری تو اول منظومه فلسفیش میگه یا من هو اختفا لفرط نوری از ظاهر الباطن و فی ظهوری. ای آن که پنهانی. چرا پنهانی؟ چون تاریکی. از شدت نورانیت پنهانی. ما همه چیز رو به کمک قرص خورشید میبینیم، ولی خود قرص خورشید رو نمیتونیم نظر بکنیم. نه چون تاریکه، از بس روشنه نمیتونیم ببینیم. امام حسین به این درجه از توحید رسیده. اینجور دیدن آدم رو عاشق میکنه، آدم رو از خود بی خود میکنه، خود رو نمیبینیم. ما او رو نمیبینیم چون مشغول خودیم. اگه کسی مشغول خدا شد دیگه خود رو نمیبینیم. ما یه دلی که بیشتر نداریم. این دل اگر مشغول خود شد خب از غیر غافل میشه، اما اگر مشغول معشوق و مجذوب او شد خود رو نمیبینیم. این از اون سر جانبازی امام حسین. چرا کار به این سختی رو به این راحتی انجام میده؟ اون سرش در اون عشق الهی وجود بود. عشق معجزه میکنه. از محبت خارا گل میشود، اون جرم محبت. از محبت هر مشکلی آسان میشه، هر
ناممکنی ممکن میشه. اینو امام حسین نمایش داده. صحنه عاشورا صحنه نمایش عشق الهی است، عشقی که مبتنی بر اون رؤیت و معرفت دیگه، از جان گذشتن، از عزیزان گذشتن، از دنیا گذشتن، از مال گذشتن برای اون آسانه. چرا ما اینقدر از امام حسین دم میزنیم؟ میگه با اون رابطه خویشاوندی داریم، ما برای پدر مادرمون این کارو نمی کنیم، برای عزیزترین عزیزانمون این کارو نمی کنیم. تمام عمر در سوگ او مویه سر کنیم، ناله سر کنیم، تمام عمر. خداوند اونجا جلوه کرد، عشق الهی اونجا جلوه کرد، نشون داد هستی رو امام حسین برای ما معنا کرده، زندگی رو برای ما معنا کرده. رابطه عبد و معبود، رابطه عبد و رب، رابطه بنده و خدا رو اونجا نشون داده. گوهر دین، یعنی اون حرف آخر دین رو امام حسین اومده به نمایش در آورده. ما داریم حرف میزنیم، او به نمایش در آورده، این معقول رو محسوس کرد، این امر ذهنی انتزاعی رو در وجود عینی خودش نشون داد. این دوست داشتنی. هزار عمر اگه انسان داشته باشه و شیفته امام حسین باشه کرد. یاران امام حسین در شب عاشورا امام حسین فرمود من بیعت رو از شما برداشتم. اینا با شما کار ندارم، با من کار دارم. میتونید برید از تاریکی شب استفاده کنید. اون یارانی که به معرفت رسیده بودن، امام حسین رو درک کرده بودن، میدونستن کیه، اونا بلند شدن رفتن. یک جای چه ارزشی داره؟ اگر هزار جان داشته باشیم در راه تو فدا میکنیم. اون عشق با معرفت. السلام علیکه یا ابا عبدالله، السلام علیکه یا ابن رسول الله، السلام علی حسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین.